با سلام دوباره همه دوستان شنوندگان عزیز، بازم با هم یکی از برنامه شروع میکنیم. اسمش گذاشتیم راز نجات سریع. تو زندگی آدم بعضی وقتها هست که احتیاج داره یه چیز رو سریعا عمل کنه و نمیتونه دست رو دست بذاره و به قول معروف یه شورتکات میخواد داشته باشه. این نقطه برای همه چیزا صادقه، چه از راز مادی چه از راز معنوی. از راز معنوی یه نکتش رو میذاریم جلو بحث که ببینیم چجوری میتونیم. بعضی وقتا احتیاج داره آدم زودی برگرده به هاشم نزدیک بشه و مسئلهش رو حل بکنه. حالا ببینیم چجوری تو رو برای ما راه حل گذاشته که این مسئله رو حل کنیم. میدونستیم که موقعی که جنگ می شده، قبل از که جنگ برن به جنگ، اون کوهن و کسی که مسئول جنگشون بوده می اومده براشون صحبت می کرده، اسپیچ می داده. یکی از چیزایی که بهشون می گفته این بوده که بدونید که شما زخوت زیادی دارید، شما اسرائیل، بشنو اسرائیل. و منظورشون به این بوده که چون شما قدیت شما می خونید، شما اسرائیل می خونید و این میسوا در دست شما هست، چی هست؟ شما تو جنگ پیروز میشید و میتونید جلو دشمن رو بگیرید. جای تعجب اینجا هست که بعض همون موقع که مدن به اینا اسپیش میدادن و صحبت میکردن باشون، آمادهشون میکردن، جای دیگه نوشته شده که هر کسی که قلبش نازک بوده و دل و جرأت نداشته بره خونه و تو جنگ نیاد، به خاطر که باعث میشه کسای دیگر رو سرد بکنه. و منظور اینه که کسی که قلبش سبکه و قلبش ناراحت میترسه، منظور کیه؟ کسی که یه مقداری گناه کرده و میترسه به خاطر گناهاش باعث بشه که تو جنگ شکست بخوره، همچی کسی بهش میگن بعد برگرده خونه. و مثال کسی که گناه دستشی که از مثالی که میارن، کسی که مثلا تو تفتفولین پوشیده، موقعی داشته تفیلین میپوشیده بین تفیلین سر و دستش صحبت کرده، و یا گناه دیگه، گناه کوچیک دیگه که باعث میشه که شخص ترس داشته باشه از خودش و ترس از خودش کمک نکنه که بتونه این مسوا رو انجام بده. اگه هم چیزی هست، پس چرا با خوندن یک قریات شما، با خوندن یک شما اسرائیلی میتونه فرد با گفتن کوهن که میگفت به شما، بهشون میگفت شما اسرار رو بخونید، شما موفق میشید. چجوری امکان داره به خاطر یک گناه کوچیکی همه شخص ترس داشته باشن بهشون میگن برید خونه و از طرف دیگه به اونا میگن اگه شما مصفای شما اسرار تو دستون باشه میتونید این جنگو پیروز بشید؟ واقعا اگه با یک شما اسرار خوندن کوچیکی یعنی فهم میتونه پیروز بشه، پس چرا ترس است از کسی که گناه کرده و میترسیم تو میدون جنگ دلشو ببازه و شکست بخوره؟ پس با یک شمع اسرار خوندن منظور چیه؟ که این رمز تو این شمع اسرار خوندن چیه؟ و نکته دیگه اینه که سخت‌تر اینه که موقعی که بابود جنگ میشده، بابود اینا رو چیز کنن، برحذر کنن، بگن هر کی گناهی چیزی دستش هست تشوا کنه تا خدا به ما کمک کنه. پس این چقدر فقط بهشون میگن زخوت شما اسرار شما رو کمک میکنه. این خیلی مورد عجیبی است که یک شما اسرار خوندن چجور میتونه کمک کنه. همونجور که میدونیم رمبام گفته موقعی که موقع خطر است باید بیان چیکار کنن؟ میخوان برن جنگ، بعد همه برانگیخته بشن. کی تاول میرخوام موقعی جنگ میاد تو کشور شما، برید چیکار کنید؟ برید شفار بزنید و همه رو برانگیخته کنید، چون موقعی که نفر برانگیخته بشه تشوا کنه، این سختی ها بدی ها ازش دور میشه، به هاشم نزدیک میشه. پس واقعا باید اینو بیان تشویق کنن. پس چینه که میگه بخاطر که تا موقعی که نفر گناه دستش هست، این ممکنه مورد دردسرش قرار بگیره و براش بلا بیاد. اگه احساس نکنه که راه بدی داره و تو اون راهش وایساده، باعث میشه که چی؟ بدی ها براش وارد بشه. ولی همین که اومد گفت من اشتباه کردم، برگشتم، این است که میتونه چیکار کنه؟ هاشم میتونه کمکش کنه. دوباره پس ما باید بفهمیم چجوری امکان داره که
به جای که بیان برانگیختهشون کنن بهشون میگن بابا جون برگردید بیاید تو راه هاشم، به جای که هم چیزی کوین بیاد بهشون بگه فقط بهشون میگه چیکار کنید، همین که شما شما اسرار بخونید کافیه. و حتی گفته شده اگه یه نفر برنگرده از راه اشتباهش این بیرحمه، چون به خودش داره بیرحمی میکنه. پس این راز شما اسرار خوندن در چیه؟ باید گفت که شما اسرار خوندن فقط این یه کلمه شما اسرار خوندن نیست که بگیم شما اسرار مادر شما اسرار خوندن، بلکه یه رمزی توش نهفته شده. این این است که آدم به خودش یوغ مرخود شما ایمو که یعنی هشم و یکتایی هشم و پادشاهیش رو آدم رو خودش قبول میکنه. همینه که هم چیزی رو قبول کرد رو خودش، این سزاوار است که نجات پیدا کنه، چون با خوندن اون شما اسرار و قبول یوغ شما این یوغ هشم رو سر خودش که بدونه که هشم یکتا است و هشم است که ناظر است و خودش به هشم ملحق میکنه، همین که خودش رو به هشم ملحق میکنه یک نیروی خیلی خیلی قوی تولید میشه که هزمه کارهای بدی که داشته خودش رو ول میکنه و یک راست به هشم میچسبه. و این یک چیز واقع، یک قدرت خیلی خیلی عجیبی داره که آدمو نجات میده. پس از یک بر بهشون میگن که شما اگه یک گناه کوچک هم داشته باشید برگ و ترس تو قلبتون هست، برگردید و وارد جنگ نشید، به خاطر که باعث سردی و شکست تمام قوم میشه. و از طرف دیگه بهشون میگن که چی؟ بهشون میگن همین که شما شمسرا رو بخونید، خودتون یکتایی هاشم قبول کنید، اون پادشاهیش رو خودتون قبول کنید، یک بارگی همه چیز برعکس میشه، همه چی یک باره تبدیل میشه به یک نیروی قوی و شما یک بار به هاشم ملحق میشید و میچسبید و نجاتتون براتون میاد. و حتی اگه خودتون عوض نکردید از اون خطایی که دارید، با همون یوگی رو خودتون قبول میکنید، اون پادشاهی هاشم رو که قبول میکنید، همه چیز به صورت دیگری نگاه کرده میشه. چون قبول کردن این یوغ رو خودشون، قبول کردن این است که من میخوام به هشم ملحق بشم، و همین که هم چیزی رو گفتن و در جنگ پیروز شدن، اینا شروع میکنن رو خودشون کار کردن و اون خصلتاشون رو بهتر کردن و راهشون رو میان عوض میکنن، چون اوردی میان خودشون رو ملحق کردن به هشم و یک اتصال خیلی خیلی قوی ایجاد میشه و این اتصال باعث میشه رو همه افکارشون رو تمام احساسات دیگرشون رو تمام کارهای دیگرشون رخنه کنه و به این صورت خودشون از اون پایینی ها خودشون رو بکشن بالا و خودشون رو نزدیک به هشم کنن. و مخصوصا مثالی که آوردن که هر کسی که گناه دستش چیه، مثالی که آوردن در مورد تفیلینه، چون میدونیم تفیلین یکی از علامتهایی است که یوغ آدم یوغ پادشاهی هشم رو خودش قبول میکنه. و به این صورت است که مثالی که آوردن در مورد تفیلین آوردن این است که این رازی که ما میگیم در نهفته شده در شما اسرار، چون بعضی وقتها آدم اون در ژرف اشتباهات و چیزایی که قرار داره خودشو میخواد بکشه بالا، نمیدونه چجوری بکشه بالا خودش. همین که اومد یوغ هشم رو خودش قبول کرد، پادشاهی هشم رو خودش قبول کرد، این یه بارگی باعث میشه که چی بشه؟ همه چی از سرنگون بشه، عوض بشه و بتونه یواش یواش رو خودش کار کنه. همین که محور اصلی رو گرفت دست، اون چیز دستش خود به جای محکم قرار گرفت، اونه که میتونه چیکار کنه. نه باید فکر کنه که من هشم از بین رفتم و تموم شده رفت، بلکه بگه من هشم، من رو یوغ هشم و اون پادشاه هشم رو خودم قبول میکنم و از اون به بعد میتونه یواش یواش رو خصلتای کوچیکی که اشتباه است رو خودش کار کنه. همینه که ما روز آخر یوم کیپور میام آخر یوم کیپور میام در ساعت نیلا شمع اسرائیل میخونیم، با وجود که ممکنه بعضی خودشونو پاکی پاک نکرده باشن، ولی همین که پادشاه هشم رو خودشون قبول میکنن، این یواش یواش باعث میشه که چی؟ یواش یواش باعث میشه که عوض بشن و به راه درست بیان. نمونه هم چیزی رو که میبینیم در مورد شخصی هست به نام الازا بن دوردیا، که این شخصی بود که خیلی وارد خیلی خطاهای بد شده بود و واقعا پول هنگفتی، یک دفعه پول هنگفتی میخواست تهیه دید که بره یک گناهی انجام بده، و در این ایرمین که میخواست بین این گناه رو انجام بده با کسایی که بدکار هستن،
این یه بارگی فکرش کرد که چقدر دور شده از خدا و چقدر چه مصیبتی گیر افتاده. یه بارگی از اشک دل به اون بغض میکنه و واقعا گریه میکنه و اینقدر گریه میکنه که دیگه از گریه خودش چیز میشه، فوت میکنه. در اون موقع است که صدای از آسمون میاد و میگه اسم این شخص شده ربی الازار بن دوردیا، که با یک ساعت خودش رو چکار کرد، تونست خودش رو به علام عبا برسونه با این تشویهایی که کرد و با این برگشتی که کرد، چون رو خودش ملخود شمایم قبول کرده بود. و ربی یکی از راوای خیلی بزرگ میان میگه خوش به حال کسی که بعضی هستن که میتونن علام عباشون رو بعد چندها سال طول میکشه تا بیان علام عبای خودشون به دست بیارن، و بعضی هستن میتونن با یک لحظه علام عبای خودشون رو با یک زمان کوچکی میتونن علام عبای خودشون رو سریع به دست بیارن. باید دید که این ربیریازار بن دوردیا چجور خودش رو با یک زمان به این صورت به این کوچکی با یک گریهی تونست همه چیز رو عوض کنه بدون که بخواد کاری بکنه، کار دیگری بکنه. باید گفت که ربیریازار بن دوردیا مثل تشوهای معمولی نبود که هر کسی گناه کوچکی میکنه میاد رو این گناه تشوه میکنه. من لاشانه را گفتم، من خوراکی خیلی کاشر خوردم. تشوهای ربیریازار بن دوردیا به این صورت نبود، بلکه خیلی خیلی کلی و خیلی خیلی اساسی بود. اینی بود که گفتیم، اونجا گفتیم یک راست رو خودش مون پادشاهی هاشیم قبول کرد و حاضر شد خودش رو حتی به مرگ برسونه، بگه من میخوام به هاشیم ملحق بشم کامل کامل. به این صورت تمام وجودش رو به هاشیم چسبون و یک اتصال خیلی خیلی قوی، خیلی قوی بین خودش و هاشیم گذاشت و باعث شد که چی؟ اون از داخل، از پنیمیه تون، از اون واقعا از اون عمق قلب خودش یک کانکشن و یک اتصال خیلی قوی به هم بزنه، که به این صورت قبولدار شدن که این خودشو عوض کرده و تونسته کاملا خودشو به هشم ملحق کنه. و به این صورت تشوهاش و برگشتش کامل کامل بود. موقعی که اومد اون نشماشو به هشم چسبون، تبدیل شد به یادم خیلی بالا مقامی و تبدیل شد به ناعطا به عنوان یک راو. به همسی چه صورتی که نفر تشوه میکنه جایی هیچ گونه گناهی وجود نخواهد داشت، چون همه چی پاک میشه، چون کاملا خودش رو به هشم ملحق کرده. پس بنابراین آدم نباید مایوس بشه و بعضی وقتا خیلی موقع که توی ژرف توی گناه قرار گرفته اینا نباید بگه من دیگه آب از کلم بداره، بلکه بیاد چیکار کنه، خودشو قوی بگیره، بگه یک نکته در قلب، یک جرقه در قلب من هست که با این جرقه، موقعی که من این جرقه رو روشن کنم میاد یک نور آتش خیلی خیلی قوی روشن میشه و اون ملحق شدن به هشم با تمام افکار، با تمام چیز، فقط روی چیز کوچیکی نمیخواد تشویق کنه، میاد کاملا خودش رو میگه من هشم میخوام به تو ملحق بشم. و به این صورت تمام گناهاش، البته براش کار کنه، ولی تمام گناهاش به این صورت پاک میشه و یک راست به هشم نزدیک میشه. بنابراین تو زندگیمون میبینیم که هیچ گونه جای یأس و ناامیدی نباید باشه. حتی اگه غرق شدیم تو اشتباهات خیلی زیاد، همین که عشقمون به هشم بدیم و بدونیم که هشم اونجا هست، ما رو میخواد، دستاش باز هست رو ما، مخصوصا ماه الول که هشم دستشو باز میکنه، میگه که ببینید میدونم اشتباه کردید، ایبر و بر رفتید، قلبتون هزاران آشکار رفته تو قلبتون ایبر و بر، ولی همین که خودتون پادشاهی من رو قبول کنید، همین که بخواید به من نزدیک بشید، میایید، همین که اومدید جلو، خود به خود به قول هشم، به قول پاسخ میگه چی؟ میقوه هشم، میقوه اسرائیل، هشم میقوه اسرائیل است. یعنی چی؟ همونجور که آدمتون میقوه میره، یک بارگی میره تو میقوه و میاد بیرون، پاک پاک میشه، نشماش تمیز میشه، همونجور این فرقی خودشو ملحق کنه به هشم یک بارگی و یک بارگی بگه من میخوام به هشم ملحق بشم، یواش یواش چی میشه؟ باعث میشه دنبال کارهای اشتباه نره و اون گناهی هم که بوده هشم کمکش میکنه که پاک کنه. و نکته اصلی این است که آدم مایوس نشه و بدونه که هشم اونجا براش هست. هیچ وقت جای نگرانی نیست که آدم بگه هشم منو ول کرده. تا موقعی که آدم نفس میکشه هشم اونو میخواد ازش یه چیزای توقعاتی داره که آدم انجام بده. بنابراین با آدم تشویق کردن برای آدم خوشحالی بیاره، اون که میخوام برگشت داشتن بعد برای آدم خوشحالی بیاره. Thank you for listening.